پیش توی مهمونی پرویز عقیب آمد سراغ من و یک جعبه ای رو به من داد، گفت شاید تو یه روزی با این یه کاری بکنی. من در جعبه رو برداشتم و دیدم 6 تا نوار VHS توشه. واقعیتش اینه که به خاطر مشغله زیاد نگاه نکردم به اینها تا بعد از مرگ پرویز. یه روز نشستم به اینها نگاه کردم. پرویز تو خونه یاد گرفته بود، دوربین ویدیو گذاشته بود و فعالیت‌های روزانه‌اش رو ضبط کرده بود. این نوارها در واقع بستر اصلی این فیلم هست. من سعی کردم با چند تا مصاحبه یه مقدار عکس و چند تا شات‌های مختلف از جاهایی که به نظرم مربوط می‌شد به این کار این فیلم رو بسازم، تا یک نمایی از این نابغه موسیقی در مملکت خودمون که سالها ممنوع کار بود نشون بدم. پرویز به راحتی میتونست بره اونور آب، پول زیادی هم به پاش میریختن، هم برای آهنگسازیش هم برای نوازندگیش، اما نرفت چون عاشق ایران بود. 500مین برنامه گلهای رنگارنگ. در این برنامه ارکستر گلها اثری از پرویز یاحقی را با آوای گرم همیرا آمیخته با کلامی از بیژن ترقی و همکاری مجید نجاهی و جهانگیر ملک به سمع می‌رساند. رهبر ارکستر جواد معروفی، غزل آواز و اشعار متن برنامه از عماد خراسانی و بیژن ترقی. گوینده روشنک. یا رب این مرغ بهشتی ز گلستان که بود؟ یا رب این مرغ بهشتی ز گلستان که بود؟ این به رخ تازه تر از لاله ز بستان که بود؟ از شمیم نفسش خانه عبیراگی شد. یا رب این قالیه بو شمع شبستان که بود؟ یقین دارم به مناسبت دیده ها و شنیده ها و به خصوص اتفاق ناگواری که برای هنر این مملکت افتاد و مرحوم استاد حبیب‌الله بدیعی در حمله قلبی درگذشت و این روزه می‌بینیم که فیلم های ویدیویی او در حالی که خودش در زمان حیاتش آنچنان که من گفته بود نیاز فراوانی به هر حال مسائل مادی برای زندگی خودش و فرزندانش داشت، محاذا دوستنما هایی که در حیاتش دوست او محسوب می شدن و او هم تصور می کرد دوست واقعی هستن، امروزه که نزدیک به یک سال این در مهر ماه 72 یک سال می شود از فوت اون روز می گذشته، می بینیم که
فیلم های دیگریش رو حتی خارج از ایران و در شهرستان ها در بلالق جزاف میفروشه. طبیعی است که در مورد من هم که به هر حال صاحب سیستم مکتبی در موسیقی و ویولن این مملکت هستم و این قطعاتی که الان زدم صرفا برای آزمایش و ثبت روی فیلم بود، این وضع مشابهت دارد، به این معنی که یقین دارم افرادی هستند که در شرایط فعلی که من هنوز زنده هستم دلشون میخواد محاضر هستند که به هر قیمتی شده مثلا این همچین فیلمی رو که من دارم از خودم برمیدارم این رو به دست بیارم و پس از مرگ من این فیلم رو مرحال که خودشون بلندم دادن مورد مرحوم بدیعی و مرحوم احمد عبادی در اسفند سال 71 که از این طرفتن اتفاق افتاده و میبینیم روز، این رو هم به همون سرنوشت اونها رو چاپ کنیم و این فیلم رو هم جزء سرگذشت من به عنوان یک ایرانیست آهنگساز ایرانی بفروشیم. برحال اینا درد دلهای یک موسیقیدان و یک هنرمند است. روبروم در عکسی میبینم مرحوم قوامی، مرحوم افتتاح و آقای جلیل شهناز که به حق استاد هستند و خود من در استودیوی تلویزیون برنامه داشتیم که ما به شرط حدود 20 سال پیش باشه و عکسش رو بروی من به دیوار هست. خب به هر حال به دلیل پیشرفت تکنولوژی این دوربین رو که ناچارم اسم اون کسی که به من محبت و اهدا کرده بگویم، آقای سعید وفایی، برای من از مسافرت حج گرفته بودند اسم اوقات رو بردن. البته ریموت کنترل و اینها یا پیش ایشونه یا برحال نیست همراش، ولی به دلیل وجود این دوربین حتی روی سپاده عکاسی قرارش دادم که نزدیک دو بیفته. این قطعات رو از خودم برداشتم که اما تازه نهستیم مثل سایر آثاری که از من در این 13-14 سال روی نوار باقی میده، این چند دقیقه فیلم هم چه با پیانو چه با ویولون روی فیلم ثبت شده باشه. ضمناً این نکته رو هم بازگو بکنم که ساعتی که در این فیلم زده شده اشتباهه و الان ساعت بود 8:30 شب، اینطور که تاریخ شده که من 18 مرداد ماه 1372 که به تاریخ میلادی اگر اشتباه میکرده باشم 9 اوت 1993 میلادی است. بله، در اتاق کوچک هستم، با دوربین حرکت میکنم در ورودی منزل را کلیدی که مرحوم خواهرم من داده بود برام خریده بود و برای آزمایش همینجور حرکت خواهم کرد. بله، لباس و پیرن های مصرف شده که در گذشته قبل از دست دادن یکان خواهرم هیچگاه همیشه منظری اینجا دیگه نمیشد. و اتاق خواب جایی که سال هاست من حدود 13 سال از 57 سال من 14 سال شد در این اتاق زندگی کرده باشم. حالا وارد اتاق قسمت دفتر و مرکز کار من و سالم من میشم. صدای تلویزیون میاد، ما خود را از ملت افغانستان روشن میکنه و مدیری به ملت افغانستان که با هماهنگی و انسجام برای اعتراض این کشور تلاش میکنند کمک کنیم و این کمک ها نیز صرف سازندگی و ترمیم خرابی های ناشی از جنگ در آن کشور شد. آقای هاشمی رفسنجانی با تأکید بر ایجاد وحدت و حکومت اسلامی بین تمامی گروه های دیپلماتیک در زمینه های فنی، صنعتی و ایجاد راه های ارتباطی بین دو کشور استقبال کرد. امروز زمزم زلزله کوچکی هم آمد.
روبروی کولر گازی هستم. سلایت ها و عکس ها این که از سال گذشته اینجا بار شده و مجال این که این رو جمع کتابخانه برای سلام استاد، نظری هستم، احسان مزاحمت شدم. امیدوارم که حالتون رو بپرسم، انشالله که خوب باشید و همیشه موفق. و میخواستم که این آثارتون، آهنگاتون رو خودتون نوتاش رو چاپ نمی کنید، چون یه سری افراد سوجو هستن که امکان داره این آهنگای شما رو به صورت نوت داخل کتاب کنن و خودشون بهره برداری کنن. امیدوارم که موفق باشید. خداحافظ شما. الو، الو پرویز جان، پرویز جان چی شده؟ منو یادت رفته قربونت برم. پرویز جان قربونت برم، کشی رو بردار. پرویز جانم ببین، تو با این کارات روح خواهرتو عذاب میدی، روح خواهرتو. تو که میگی من قد خواهرم رو دوست داشتم، همیشه یادش بودم، تو با این کارا توی این سن نه تنها منو زجر میدی، بلکه روح خواهرت هم آزرده میکنی. یه خورده به خودت بیا پرویز جونم، این راه خودکشی نیست. خودکشی خیلی سالمتر از این کاریست که تو میکنی. آبرو و حیثیت و همه چیزتو بری به باد. احمد رضا، من میخواستم که ببینم این هشت و نواری که شما با فریدون ناصری و آقای خوش‌ضمیر با پرویز عقیل مصاحبه کردین چی شد که سال 61 موقعی که نمیگذاشتن پرویز یا عقیل کار بکنه، شما به فکر این افتادین که این کار رو انجام بدین و این مصاحبه رو بکنین؟ اصلا حضورت، ما روشنفکر ما یه اخلاقی داشتن، نه ملودی سازای ما رو جدی میگرفتن مثل یا عقی و تجویدی، حالا راجبون رو باید صحبت میکنم، و یکی ترانه سازام. ما بخشی مهمی از ادبیاتمون بعد از مشروطیت ترانه است، هیچکی اینو جدی نگرفت. سال 61 با فریدون ناصری ما تصمیم گرفتیم که این کار بکنیم. بعد بقیه مالیدی سازیام یا حالا جسارت چنانشی حوصله شو قبول نکرد، یا حقی قبول کرد. قبول کرد، خب حالا مثلا من که نمیشناختم، احترام فریدون ناصری، قبل از یا حقی ما این کارو با مهدی خالدی کردیم که در واقع اونم هشت نوت نوار در اومد، من بودم و مرتضی ممیز بود و عرشبت اسماعیل تهرانی بود و بعد مسعود معصومی اومد عکس گرفت که میتونیم خونش. ما آرزو بود که اینا فیلمش، خب اون واقعی امکانات الان نبود. بعد از خالدی رسیدیم یاقی، یاقی هم خیلی مرد مردونه قبول کرد، وقتش به ما داد که ما معمولا هم خونش هم نزدیک من بود، تو جردن کوچه نیلوفر ما میرفتیم. و یکی از چیزای حیرت آوری که توی این آدم بود، حالا غلط جمعای دیگرش، این تو خونه با یه میکروفون ضبط میکرد، شما خیال میکردی که تو استودیو ضبط شده با آگوستیک. حیرت آور بود، یعنی تو این خونه ساز ضبط میکرد، یعنی مال خودش، مال جلیل شهنازی. بعد اینا رو ما رو ریل ضبط کردیم، هر دفعه خیلی جدی چیز میکرد. و مثلا یکی از زیباییش هم این بود که نوار از من نگرفت که پس نده، گو برو مال توسته، که البته بعد من کپی گرفتم بهش دادم و ما این کارو باش ادامه دادیم. و
متاسفانه روزا که فریدون ناصری بود خوش ضمیر نبود و بعد برعکس من بیشتر چیز بود، مثلا رابط این قضایا بودم اینا، تا ضبط کردیم و بعدشم پرسیدین چرا، یه تیکه خیلی مهمی از جوانی همه ما بود دیگه. یعنی بعد از مرگش دو سال پیش مسعود کیمیایی مقاله نوشت به اسم سالهای پرویز که تو مجله فیلم چاپ شد. یعنی یه دفعه ما با یک ترانه روبرو شدیم که نداشتیم، یعنی هم خوانندش درست بود، هم تصنیفش درست بود، هم ملودی سازش. حالا من توضیح میدم براتون. عشق دوزتون این داستانی که ما میگیم ملودی داشتی نداشتیم تو مشروطیت، دوتا بودن، شیدا و عارف بودن. شیدا بیشتر کاراش تغزلی بود، مال عارف بیشتر میشه گفت وطنی و میهنی بود. اینا تفاوتشون با نسل بعدی بود که ترانه و ملودی مال یک نفر بود، یعنی مال عارف و شیدا. میرسیم تا افتتاح رادیو، یعنی اردیبهشت 1319 که رادیو در ایران اتفاق افتاد، یعنی چیز شد، متولد شد. البته تو این ساز دو تا اتفاق مهمتر هم افتاد، یکی تولد من، یکی افتتاح بی بی سی فارسیه. البته این تو پرانتز. از شرط این سه تا اتفاق افتاد. اینا رادیو که شروع کرد، ملودی ساز بزرگ اون دوره، این اصطلاح ملودی ساز مال مرحوم مرتضی حنانی بود، میگه به اینها نباید گفت آهنگساز. آهنگساز کسی است که ارکستراسیون بدونه، کنتوان بدونه، هارمونی بدونه، اینا ملودی زیبا میساخت. شروع شد با مهدی خالدی. مهدی خالدی هم در اوج، یعنی شروع دلکش بود که ملودی زیبایی ساخت. فقط تفاوت خالدی با پرویز یعقوبی و ملودی ساز بعدی بود که خالدی شانس نداشت که یک تصنیف ساز و ترانه ساز خوبی داشته باشه، جز یه مورد که رأی معیری براش گفته اون آهنگ مشهور به کنارم بنشین کسی نداشت. پرویز یعقوبی شانس بزرگی داشت، در کنار ملودی زیبا اون یه ترانه سازه بزرگی مثل بیژن ترقی، مثل ماینی کرمانشاهی، مثل تورج نگهبان اینا بود. تمرینات روزانه شما به چه صورت بود و این تمرین ها رو در کجا انجام می دادید؟ عرض کنم حضورتون که تمرینات روزانه که چرت کنم، هم شبانه هم روزانه، این تمرینات برای من یکی از عجیبترین و شاقترین، البته شاق نه به دلیل اینکه به اجبار و زور به دلخواه، ولی حالا که نگاه میکنم بعدها که بزرگتر شدم میبینم واقعا یکی از دوران عجیب و پرمشقت رو من پشت سر گذاشتم و یه برهه ای از اون دوران رو برای شما بخوام عرض بکنم. به این صورت است که قبلا هم گفته شده در مصاحبه هایی، من اینقدر به موسیقی عشق داشتم و علاقه به تمریناتم که به خاطر میارم صبح ساعت 5:30 صبح بیدار می شد، قبل از اینکه اهل خانه شاید بیدار شد. اتاق کوچک، خیلی کوچک، به خصوصی که شاید به یه زیرزمین بیشتر شبیه بود، در یک کنجی مادرم برای من درست کرده بود، به علت اینکه اهل خانه خواب بودند و صبح زود بود و احتمالاً هوا تاریک در فصول به خصوصی مثل زمستان، من به این اتاق می رفتم و در اتاق رو رو به خودم می بستم و شروع می کردم به تمرین. و این کار تا ساعت نزدیک ساعت 7:30 صبح ادامه پیدا میکرد و 7:30 صبح میامدم با سرعت و عجله. بیادم هست مدرسه‌ام خیلی نزدیک بود به خونه، شاید مثلا 200-300 متر آنورتر، از توی سفره صبحانه چیزی برمیداشتم و به دو و به سرعت خودم رو به مدرسه میرسوندم و 11:30 یا 11:20 دقیقه ظهر هم که مدرسه‌مون تعطیل می‌شد، من به خاطر دارم به خلاف بچه‌های دیگه که در طول راه مدرسه بازی می‌کنن، توپ بازی می‌کنن، به خرید خوردنی یا سایر چیزها می‌پردازن، من به سرعت می‌دویدم رو به خونه و باز در همون اتاق می‌رفتم و در رو به روی خودم می‌بستم و تمرین می‌کردم تا نزدیک 2 بعد از ظهر و باز هم لقمه‌نانی از توی سفره و باز به مدرسه و 4 بعد از ظهر این کار ادامه داشت و شب عصرا که مرحوم استادم کلاس داشت در منزل با شاگردها و در دروس خودم تا نیمه های شب.
و حتی به یاد دارم که این کار چند دردسر درست کرده بود. یکی این که اولا به سلامتی من لطمه زد و به شدت ضعیفم کرد و حتی دچار یه ناراحتی ریوی شدم که برونشیت اون موقع اسم جدیدی بود برای مردم، ولی خب اطبای اون موقع معالجه کردن منو. و بعد سر و صدای مادرم و اهل خانواده در آمد و حتی یادم هست که همسایه ما داشتیم کنار خونمون که اون جای بسیار کوچکی که من توش تمرین میکردم دیوار به دیوار اون خانه همسایه بود و اینها سر صداشون یعنی صدای مداوم بلند شده بود و اعتراضشون بلند شده بود و چند بار اعتراض کردم و حتی یه بار تهدید کردن مادر منو که میریم شکایت میکنیم که پس پنج صبح این جوان این بچه صدای ویولونش توی این اتاق تمریناتش میاد و الی آخرش. و این برنامه رو بی اغراق میتونم به شما بگویم که شاید متجاوز از 6 یا 7 سال من ادامه دادم. الو الو پرویز جان، الو الو پرویز جان، اگه خونه گوشی رو بردار، من خیلی نگرانم، لااقل یه تلفن به من بزن. الو الو پرویز جان، الو پرویز جان، خواهش میکنم گوشی رو بردار. الو 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 پرویز جان، الو پرویز جان، چرا جواب تلفنمو نمیدی؟ من خیلی برات نگرانم عزیزم. نمیدونم خونه ای، نمیدونم خارج از خونه ای، به هر حال من خیلی نگرانتم. لااقل یه زنگی بزن به من، یه زنگی بزن، خواهش میکنم. من ایران هستم، یادت باش، من ایران هستم. قربونت برم. مدارش هستیم مدارش نیستیم سرستان بریم
بودی اینا رو ببریم بذاریم کوچه. آخه چرا؟ به چه مناسبت؟ تنها چیزی که میدونه من همون سالها پرسیدم ازش که فلان کس کجا نیست و رفتن از این هم برخوردی نبود. شما گفتین که من برم برات قهوه بیارم چای بیارم، من گفتم مرسی بیارم. که یعنی این منظور بعد اون سر شلوغ و گرفتاری داره که بگه به این کارام میرسه.
اینجا بلده حال قهبه. من یاد گرفتنی این کار. این آدم درس بخونه پال قهوه یاد میگیره. نشنیده بودم تا نمی چیزی. و از سال 1158 به بعد، اینطور که خودشون برای من گفته بودن، دستگاه های صوتی در منزل با کمک بعضی از دوستانشون که خیلی هم زحمت کشته بودن ها جمع‌آوری شده بود، میکروفون های حرفه‌ای و دستگاه های حرفه‌ای. و عرضم به حضورتون که ضبط های خصوصی که در رأس اونها استاد جلیل شهناز بود و سری آ و بی که استاد جهانگیر ملک تنبکش زده بود و سری سی رو زنده یاد استاد امیر ناصر افتتاح. سال 78 ما حضور دوستانی در ابتدای برنامه چهار کاخ زدید کردن همراه دوستان مهمانان عزیزم آقای فضل‌الله توکل و آقای روزباری پراشوته شوشتری به اونها بزنیم و آقای Thank you.
الو دوستان اگه خونه این گوشی رو برداریم. الو 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 پرویز جان الو پرویز جان خواهش میکنم گوشی رو برداریم. با من قرد کردی؟ آره عصبانی هستی از این که اومدم ایران. خب دوباره برمیگردم، خیلی وقت ازت بیخبرم، خیلی ناراحتم از جمعه که حالا ازت بیخبرم. سعی کن یه زنگی به من بزنی. قربونت برم. سلام پرویز جان، من مجید هستم نجاحی. شادا که حالتون خوب باشید. با اون یکی شما تلفن دو دفعه پیغام گذاشتم، الانم تقاضا میکنم که یه تلفن تو به من بکنن و توی مسئله این مهمی میخوام با هم صحبت بکنم. خیلی منتظرم. قربانتون. سلام پرویز جان، شادا که حالت خوب باشید. دفعه سومه دارم تلفن میکنم که کار واجه با آد دارم، یه زنگ دارم بزن نمیدونم نمیبینی اینا رو با صده آنسر اینگه تن صده همین دستگاه خیلی بعد میاد در جهت منتظر تلفن دستم. قربانت. الو سلام پرویز جان، زنگ زدم حالت رو بپرسم. خیلی ازت بیخبرم، بسیار نگرانم. کاش خبری از خودت به من میدادی لااقل. ماشاءالله که حالت بهتر شده باشه. امیدوارم، امیدوارم. قربونت برم. خدا بگیر. بله، این افسینی است که برای سال 1377 خورشیدی قرار به شکل دیگری چیده بشه، ولی خب میسر نشد به دلایلی و به این صورت چیده شد. تا اونجایی که میسر بوده، با توجه این که خودم هم به شدت مریض شدم و در صبح امروز که روز جمعه است، آخرین روز ساله، به شدت بیمار شدم و تب کردم اینا، و همزا سنت دیدنه هر سال رو دارم به جا میارم و از هفت‌سینی که روز عصر خریده شده، امیدوارم تمام سین ها توش باشه، از جمله ماهی که در این ظرفه که نمیدونم در چه حالی هستند و که امیدوارم سلامت و زنده باشن، که ظاهرن این رو به نظر میاد. اینها دیشب با عجله از بیرون تهیه شد و به هر حال هفت‌سین نیست، به قول معروف سر دستی، و شمع‌هایی که در سال‌های قبل در این هفت‌سین دیده میشد، قرآن مجید، مستطیل در فیلم میفته، و سین های متعدد که جمعش میشه هفت سین، سمنو، تخم مرغ، ارسلانم سیر و اون خورده ریزایی که دور برش هست و سبزه که به هر حال به شکل سبزه مرسومی که ما از کودکی دیدیم نیست، ولی به هر حال از اونجایی که همه چیز شکل جدیدی پیدا کرده، حالا درست یا نادرست، این سبز رو هم پیشنهاد کردم، ما هم پذیرفتیم و این دوتا هم یا یکی هم ارسال هم یک توپ هم و رنگیه که زیر دست گل دیده میشه.
روزی پرویز یاحقی آمد پیش من، من اون موقع بود که ترانه‌ها با تصویر می‌کردم. منزل یکی از دوستان مشترک بودیم. بیژن ترقی رو من نمی‌شناختم. چون اونم همسن پرویزه. آمد پیش من پرویز که من هم یه همکلاسی داشتم یه همکلاسی. یه تصویر ساخته. شما ببین چطوره. جاش اصلاح نمیخواد. خوبه بده چه. گفتم بزن و بکن به این چیه. نیزده رو شروع کرد اجرا کردم. من دیدم اصلا احتیاج به هیچی نداره. دست بردن و پاک به اصطلاح روتوش کردن یا اصلاح کردن. گفتم نه. گفت نداره هیچ کاری. گفتم نه. تصویر خوبیه دی. گفت پس بیاد پخش بشه. گفتم بیاد پخش بشه. اولین باری که اسم بیژن ترقی به گوش من رسید این بود. به یادم هست که موقعی که در رادیو ما وارد شدیم با آقای پرویز یاحقی دوستم که ایشون منو مورد تشویق قرار دادن و میدونستن که در زمینه غزل و مثنوی و اینها کار کردم، ایشون رو در سن 16 سالگی به ریاست برنامه های کنسرت شماره 3 رادیو انتخاب کردن و چون ایشون دوست لاینفک و شبانه روزی من بودن از من خواستن که تو بیا و ترانهی برای من بسن. آهنگ اون موقع در ماهور ساخته بودن که من این رو گرفتم و چون سوابقی با موسیقی داشتم و علاقه زیادی و یه مقداری هم با ساز آشنایی داشتم، حضورتون عرض کنم که این آهنگ ماهور ایشون رو من دو شبه ساختم. همون ترانه میزد شب چوز میکد بازایم بر سر کوی تو به نیاز آیم. میزد شب چوز میکد بازایم بر سر کوی تو من به نیاز آیم. دل داده ی را گذرم از خود نبود خبرم. ای فت نگران دب و سر کوی تو آشب به چموی تو. امروز روز یک شنبه 20 شهریور 73 همونجا تو صدا میاد، صدای همین ویولونی که در تصویر میبینیم و ویولون دست خود منه که ساخته آقای استاد ابراهیم قنبری و صداش رو هم میشنویم. عرض کنم که امروز در نوار گفتم این ویولون قرار هست که در ماه آینده یعنی مهر ماه به توسط خود آقای قنبری عرض کنم که باز بشه بعد از 30 سال و فینگربورد اون یعنی گریفش در آن در تصویر دیده میشه که جای انگوش گذاریه. عرض کنم که عوض بشه به علت اینکه در حال 30 سال کار کرده و جا گذاشته روی فینگربورد. همین دیالون برای اولین باره و به یادگار و اینکه بمونه اینکه دیده میشه فینگربورد یا گریفش که اون هرچی صدا شنیده شده از ویولون من به هر حال در روی همین قسمت سیاه رنگ که از چوب آبنوس معمولا ساخته میشه عرض کنم که روی اینها انگشتای من گذاشته شده و به هر حال صدایی که میشنویم من مال چند روز پیشه که من ساخت کردم به تنهایی در منزل سر ویولون گرفته میشه و این تصویر در این همون فنگر بارده و توی تصویر تلویزیونی هم مشخصه که در همون فنگر بارد کار زیادی کرده تنگ سالیان دراز و مسافرت های زیاد. عرض کنم که روی آقای قنبری که سازنده این ویولون هستن صحبت کردم و قرار شد که ماه آین
چیز این تلفن رو عوض بکنم و این مستظمین است که این ویولون بعد از سالها باز بشه و این تصاویر رو به یادگار میگیرم از این ویولون که به هر حال بعد چه زنده بودیم و نبودیم باشد و این ویولون به هر حال تصویر قدیمیش که در حال بسند پشتشم تصویر خواهد پشت این دسته یک کار دستشه که از گفته شد کار آقای قمبریه که در 1335 خورشیدی ویولون رو ساختن. این هم تصویر پشت یک پارچه این ویولون هر حال اگر زبان داشت خاطرات بسیار زیادی رو بازگو میکرد، سفرهای زیادی رفته، برنامه‌های زیادی درش باهاش در رادیو اجرا شده، آهنگ های زیادی رو ساختم با خوانندگان مختلف با این ویولون اجرا شده و همونطور که در نوار هم گفتم یه چیزی حدود نزدیک به 40 سال 38-39 سال که دست منه و به هر حال شهرتی به هم زده و باعث شده که به هر حال افرادی که میخوان ویولون بزنن و عشق به این کار دارن این رو الگو قرار میدن و آقای استاد ابراهیم قمبری میخواهم که ویولونی نظیر این براشون بسازه. ولی خب همین سالهای من به هنرمند زده و امروز صبحم به خودم میگفت که به این آقایان میگویم که درست ویولون خوبیه، ولی به هر حال دلیل آن نمیشود که شما هم اگر ویولون قمبری داشته باشید چنین صدایی به توانید از اون در بیارید. آقای برمیزان سلام، میدونم عدستان خسته شدین از بس سنگ میزنم، اما همه جور براتون برای همه چیز نگرانم. مرسی خدافیست. الو الو پرمیز جان، الو گوشی رو بردار خواهش میکنم. الو پرویز جان گوشی رو بردار، من خیلی نگرانم، گوشی رو بردار. عزیزم گوشی رو بردار، بذار اقلا من صدات رو بشنوم. الو الو پرویز جان گوشی رو بردار، میخواستم برم، میخوام ازت خدافیسی کنم، من دارم بر میگردم، میرم امریکا. الو پرویز جان عزیزم گوشی رو بردار، بذار لااقل از هم خدافیسی کنیم، من دارم میرم دیگه. زمانی بود که شما خودتون میدونید که اگر که آدم یک هنرمندی مثل پرویز یا حقی، یک شاعری مثل بیژن ترقی، یک روح پر از احساسی و اون صدا مثل همیرا، این ستا پیش هم باشن چیکار میکنه؟ خب اینا فکر میکنم دیگه قرار آروم نمیتونن داشته باشن، چون سه تا چیز مکمل هم و این هستش که واقعا بیژن ترقی اغلب من میتونم به اینا لقب مولانا و شمس تبریزی رو بدم، انقدر اینا عاشق مشروق هستن. واقعا واقعیت نمیدونید شما چقدر اینا همدیگر رو دوست داشتن و اغلب آقای بیژن ترقی در منزل ما بود، پرویز در منزل ایشون بود. به هر صورت خیلی ما روزای خوبی رو داشتیم، خیلی آقای بیژن ترقی از لحاظ شعری ایشون هم به من کمک کردن و چیزهایی رو من ازشون یاد گرفتم. با دل من این ندیده وفا این نکرده خطا Thank you.
که خدا عشق و مهر و وفا هدیه کرده به ما و پرستوی من خیلی علاقه دارم، اما همین ترانه امید دل رو که آقای یاحقی گفتند و آقای بنان در برنامه گلها خونده بیشتر میپسندم. خب حالا آقای یاحقی، ممکنه علت خاصی که شما رو به این ترانه علاقه مند کرده و به طور کلی طرز و کیفیت ساختن این آهنگ رو برای ما تعریف کنید؟ 7 سال پیش بود، چند ساعت از شب میگذشت، من و آقای نواب صفا با هم نشسته بودیم. چند سال پیش که در زندگی دچار یک شکست روحی عجیبی شدم و همون شکست مسیر زندگیمو عوض کرد، قسمتی از این آهنگو که حالا برات میزنم ساختم. بعد از اون این آهنگ وجود منو تسخیر کرده، مثل اینکه با من حرف میزنه، زبون دردها و ناراحتیهامه. حالا تو هم اونو بشنو، ببین در تو چه تأثیری میذاره. پرویز جان بذار ببینم در چه دستگاهی. مثل یه در شوره. آره در شور ساختم، چون دستگاه شور پرشورترین مایه های موسیقی ایران.
عجیبه. آدم دلش میخواد روی این آهنگ کلمات شکوه‌آمیز بذاره. همونطور که گفتی مثل این که با آدم حرف میزنه، درد دل میکنه. یه دفعه دیگه بزن. رسید موضوعی پیدا کردی که مناسب آهنگ باشه؟ همونطور که گفتم آدم دلش میخواد در این آهنگ با معبود و محبوبش حرف بزنه و درد دل بکنه. من این اشعار به نظرم رسید. ای امید دل من کجایی؟ همچو بختم کنارم نیایی. آشنا سوز و دیر آشنایی. یا بلای دل مبتلایی. بی وفا بی وفا بی وفایی. حالا یه دفعه دیگه این اشعار رو خودت زمزمه بکن، با آهنگ بخون، ببین کلمات با آهنگ تلفیق شده یا نه. بابا چه اشعار مناسبیه. زبون حال منه، زبون حال اونایی که از محبوبشون گله و شکایت دارن. واقعا از این بهتر نمیشه. متشکرم عزیزم. ای امید دل من کجایی؟ همچو بختم کنارم نیایی. آشنا سوز و دیر آشنایی. یا آقای بختیاری، تو دو روزی که پرویز فوت کرده بود تا جنازش رو پیدا کردن، رو پیغامگیر تلفنش تعداد 84 تا پیغام هست. 43 تا از این پیغام ها از طرف یه خانمه. من اصلا اسم اینا نمیخوام، ولی فقط میخوام بدونم چه رابطه‌ای وجود داشته که در ظرف دو روز این خانم 43 بار به پرویز تلفن کرده. بله، ایشون هر شب حول و حوش ساعت 10:30 شب با این خانم صحبت میکردن و بسیار بسیار علاقمند بودن و ابتدای این آشنایی برمیگرده به سال 1332 که پرویز بسیار بسیار عاشقانه ایشون رو دوست داشت و اینطور که برای من تعریف کرده بود اثر ای امید دل من کجایی با صدای مرحوم بنان رو هم در سال 1336 در اثر شکستی که از این عشق خورده بود و متاسفانه منتفی شده بود این آهنگ رو ساخته بود و برای من تعریف میکرد که در سال 1132 با این خانم من آشنا شدم و بسیار علاقمند بودم و تنها کسی بود که در زندگیم واقعا از ته دل عاشق شدم و بعد از سالها خب متاسفانه به خاطر مسائل شخصی و اینکه پرویز در بود نوازندگی و غرق در کار موسیقی بود، خانواده اون خانم مخالفت میکنن با این ازدواج و این دو نفر به هم نمیرسن و سالهای بعد همین خانم ازدواج میکنه، صاحب فرزند میشه و پس از چند سالی شوهر ایشون به علت سرطان در میگذره و حدود 1378-79 این خانم با پرویز تماس میگیره. اینطور که برای من گفتن اول پرویز جواب درستی نمیداده و وقتی که روی انسنینگ ماشین پرویز پیغام میگذاشته پرویز گوش رو برمیداشته و در حقیقت جواب درستی نمیداده تا وقتی که میبینه این تلفن قطع نمیشه و ادامه پیدا میکنه این پیام ها، روزی به این خانم میگه که اگر که درست میگی و مدعی هستی که همون شخصی،
اولین باری که ما همدیگر رو دیدیم چی شد، آخرین باری که همدیگر رو دیدیم چی شد، و اون خانم همه رو به وضوح تعریف میکنه. تعریف میکنه و پرویز متوجه میشه که این خانم همونه و دروغی در کار نیست، درسته. احیانا از کسی این خاطرات رو نشنیده. از اینجا تلفن ها شروع میشه و تا آخرین روزها، تا اونجا که من اطلاع دارم، ساعت 10:30 شب این دو نفر تا حول و حوش ساعت 1 تا 2 با هم تلفنی صحبت میکردن و عاشقانه، یعنی پرویز، من اونطور که خاطرم هست، بسیار بسیار عاشقانه از این خانم یاد میکرد. صدا رو پاک نکنیم، بذاریم بمونیم.